اومدیم شمع وجودتون رو روشن کنیم، شمع آگاهی از درآمد یوتیوب. چیکار کنید که یوتیوب رو مثل این بندک فعال کنید؟ درود من درامین و ماو من سوگل هستم و خوش اومدید به این کانال آدیار تیوی. آقا خیلی اما میپرسید چی شدید؟ مثلا شمایی که میگم دور اطرافیان آشنا دوستان فامیل همه میگم آقا چیکار کردید موفق شدید فلان شد موتور گرفتید ماشین گرفتید دقیق سو مایدار شدی که ساعت خوب دارید اون لرمیه دیم ساکرت انتقار بکنیم. خدا به ما یه نیم نظری کرده، ما خودمونم تنگ کردیم بهش رسیدیم. حالا میخواییم تریکای یوتیوب رو بهتون بگیم، هم ما چی کار کردیم هم اینکه چه کارهای دیگر هم میشه انجام داد. فقط این روشش مال ما نیستش که هزار یک مدل میشه پول در آورد از یوتیوب. کلا همه سوالایی که یعنی میگم خیلی ازمون سوال میپرسن که چیکار کنیم شروع کنیم اینا، ما این ویدیو رو میخوایم درست کنیم که بگیم به هم بگیم آقا بیا این ویدیو رو نگاه کن برو بزن یوتیوب. آره چون خدایی خیلی توضیح دادیم دیگه، یعنی 30,000 بار هر کی میرسه چیکار کردی هی از اول میگه این کارو میتونیم بکنیم. خب بابا یه ویدیو درست کنیم بذاریم همه هم حالشو ببرن دیگه. خب بگو. خب از کجا شروع کنیم؟ از استارت یوتیوب. علب گرفتن. حواسم به تک تک کس و شعراتون هست. یه چیز سیکسی شروع کنیم دیگه. ببینید برای کار یوتیوب اول اینکه باید یک لپتاپی کامپیوتری، یعنی با موبایل نمیشه، خیالتون راحت کنم. خیلی سخته، حالا شاید هم بشه ها. حداقل چون شما بخوای مانیتایز ویدیوها رو آن کنیم تنظیماتش رو اینو رو انجام بدید تو گوشی نمیشه دیگه. باید بپذیریم بدون لپتاپ و کامپیوتر امکانش نیست. یعنی قبل اینکه شما بخواید یوتیوب رو شروع کنید باید فتوشاپ و یه ادیت رو یاد بگیرید. ما خودمون با برنامه داوینچی میزنیم، به نظرم از پریمیر خیلی راحت تره. پریمیر داوینچی نسخه رایگانش هم خوب کار میکنه. آره اونو من اصلا باهاش کار نکردم ولی خب یه سری رفتم سراغش دیدم خیلی سخته ولی داوینچی آره خیلی راحته، یعنی همه چی دم دستتون، اصلا نیاز یعنی تو یوتیوب بزنید همه چیشو در میارید. آره نسخه انگلیسی اون یه دونه برای کاورتون اگه خواستین شروع کنید. حالا فتوشاپ خیلی بهتر، آموزشاش هم هست یوتیوب میتونید پیدا کنید، ولی اگه سختتونه با گوشی میتونید بزنید. این برنامه اسمش ولاگ استار باب باشه، تو اونم میتونید یه سری کاور ساده تامنیل درست کنید. بعد اینکه خیلی میپرسن خب من ادیتور اولش بگیرم ادیتورتون چقدر میگیرم برای ما هم کار کنه؟ دوستان اولش ما خودمون کاری که کردیم و داریم راه موفقیت خودمون رو داریم میگیم دیگه، یعنی نمیخوایم گولتون بزنیم که ما الان درست ادیتور داریم ولی خب همین ویدیویی که الان شما دارید میبینید باز خودمون ادیت کردیم، یعنی خودتون باید ادیت بلد باشید، خودتون باید کاور بلد باشید کاور بزنید. ما 6 ماه اول ادیتور نداشتیم که 6 ماه اول خودمون همه کارا رو میکردیم. بنابراین تا وقتی که به درآمد نرسه شما نمیتونی هزینه کنی واسه ادیتور، هزینه کنی واسه کاور آرتیست یا فامنیل بگوره. همه هم میگن که مثلا باید نور بگیرم فلان کنم اینو بخرم اونو بخرم. نه آقا به نظر من تا شما مانیتای آره ما هنوز نه با همین شروع کردیم هنوز داریم آره میخوایم بگیریم. ببین چیکار کردیم، یه دونه چراغ مطالعه است که چیز زدم بهش، چیه این دستمال کاغذی زدم با یه دونه کش این دستمال کاغذی رو نگه داشتم، این شد یه نورمون سافت باکسمون سافت باکسمون. آره این یه نورمونه، یه نور دیگه اون یه نور رینگ لایت که اینم به گا رفته داره. آره. نفس آخرشو میکشه. آره میخوایم نور بگیریم، نور حرفه‌ای میخوایم بگیریم بعد آره. دو سال. و اینکه به نظر خود ما یعنی تجربه‌مون رو می‌خوام بهتون بگیم، تا مانیتایز نشدید و درآمد اون کانالتون نیومده هزینه الکی نکنید، شاید نتیجه نگیرید. آره برید مثلا حالا آره. دوربین فلان بخرم حداقل میدونی یه پولی از یعنی سرمایه‌تون رو از دست ندین شروع کنین. چون ما خودمون شروع کردیم با گوشی پدرام ویدیو می‌گرفتیم، آ7 سامسونگ قدیمی 2000 با همین نور و با همین نور یه دونه لپتاپ ساده. مایکروفونمون خوب بود، یعنی صدا باید خوب باشه. حالا الان ما مایکروفونمون اینو داریم استفاده می‌کنیم، قبل اون یه زوم داشت. یعنی میکروفون باید مهمه، صدا اگر بخواید صدا رو از خود موبایل بگیرید تو فضا صدا میپیچه و یه صدای کثیفی میشه، یارو که میخواد نگاه کنه اعصابش خرد میشه، میگه نمیدونه چی میره رو مخش ردش میکنه. ولی یک دلیلی که میره رو مخش صدای بیکیفیتی که حال نمیکنه با صدا و میزنه میره ویدیو. بک‌گراند هم می‌خوای توضیح بدیم راجع به بک‌گراند؟ آره بک‌گراند هم که یه خورده ببینید مثلا ما چیکار کردیم. اون
اینو میبینی یه نور اینجا گذاشتیم، آره، یه نور عشقم این ورتر، یه نور اون گوشه گذاشتیم اونجاست. اینا رو مثلا من همه رو مثلا اینو 100 لیر گرفتم، اینو 100 لیر گرفتم، یعنی نورم اون قیمت آنچنانی نداره. گوشه یعنی بک‌گراند آر جی بی میتونید بزنید با مثلا به قول سوگل مثلا، آره. با شاید مثلا 500-600 هزار تومان. حالا اینا رو خورد خورد گرفتیم، مثلا اولش نه، اولش یه دونه مثلا نواریای ساده که حالا یه ذره فضا قشنگ شه، آره. حالا میتونید دکورتون رو مثلا یه جور دیگه درست کنید. این از این. بعد اینکه قبل اینکه کانالتون رو استارت بزنید، این تجربه شخصی ماه، 4-5 تا حداقل ویدیو ضبط کنید، ادیت کنید، آماده بذارید کنار، آره، که وقتی که ادیت کردن رو روش یاد گرفته باشی. یعنی اینجوری نباشه شما استارت بزنی بعد حالا شروع کنی یاد گرفتن ادیت و فلان. اول فکر میکنم توی یه سال باید کانال رو مانیتایز کنی. آره، در طی یک سال، یعنی تو طی 365 روز شما باید 4000 ساعت واچ تایم داشته باشی و 1000 تا سابسکرایب توی 365 روز. یعنی چیز جدید اومده که مثلا به جای 4000 ساعت واچ تایم مثلا 90 میلیون 10 میلیون شورت ویدیو میتونید، 10 میلیون، آره، یه رقم بالاییه مثلا شورت مثلا ویوشو پر کنی که، آره، خیلی کم شورت... سخت‌تر باشه، آره، مثلا ایرانی‌ها، آره، شورت سخته، آره. بعد حالا کلا بچه‌ها میگن که آقا ما شاید دوست نداشته باشیم بیایم جلو، بخوایم بیایم جلوی دوربین. تکلیف ما چه؟ مثلا من حال نمی‌کنم، دوست ندارم چهرم معلوم بشه، یا حالا یا اعتماد به نفسشو ندارم، یا حال نمی‌کنم مثلا بیام مثل شما جلوی دوربین چهرم معلوم بشه. اون چیکار میتونه بکنه؟ چطور میتونه یوتیوب درآمد داشته باشه؟ کجا رفت؟ نه، اینجا بگوشم توضیح بدم. چی داری میاری؟ سیگار؟ محتاط شدیم. محتاطی؟ محتاط شدیم. خب؟ خب اونا چی کار میتونم بکنم؟ سوگار؟ اونا اتفاقا به نظر من اونا بهترم شاید بتونن جواب بگیرن، چون یه چیزی هست، شما میتونید مثلا ASMR درست کنن، نه که خوردن و یا این چیزا، ویدیوهای ساتیسفاینگ، چیزایی که ساتیسفاینگ یعنی خوشایند. آره، مثلا یه چیز کثیفی رو دیدی تمیز میکنن، یا مثلا یه قابلمه چیزی درست میکنن که چه مثلا تایم کوتاه، یا مثلا همین مثلا همین آه این مثلا از سیگار همین تصویر رو از نزدیک تصویر بگیرید، سیگار رو بسوزونید، بسوزه تا مثال دارم میگم، یا مثلا یک، آره، کیبوردی که کل کثیفه و خاکیه رو دوربین بذارید تمیزش کنید. اونا چرا نتیجه بهتری میگیره؟ ببینید ما الان داریم فارسی صحبت میکنیم، جز کسایی که فارسی بلدن کسی دیگه این ویدیو رو نگاه نمیکنه، که کسایی که تو دنیا فارسی بلدن 200 میلیون آدم بیشتر نیستن. خب من این 200 میلیون فکر کنم 4-5 میلیونش توی یوتیوب فعال باشن. شما وقتی ویدیوی ساتیسفاینگ درست کنی، مثلا تمیز کردن مثلا یه فرش، مثلا تمیز کردن توالت، اینو فارسی میفهمه، عربه میفهمه، نمیدونم آفریقاییه میفهمه، چینیه میفهمه، چون کلام نداره. یعنی میخوام بهتون بگم برید دنبال کانتنت هایی که کلام نداشته باشه، مثلا موزیک بی کلام کار کنید، مثلا کسی که موزیک کار میکنم. بعد یه چیزی هم که هست، شما مثلا هر روز اگه آپلود کنید مثلا 500 تا ویو بتونید بگیرید، حالا بعد اینکه 1000 تا سابسکرایب گرفتین، میانگین 500 تا حتی ویو داشته باشن یه درآمد خوبیه واسه تو. یعنی نسبت به شما بخوای بری مثلا توی کافه کار کنی، بری مثلا شغل اینجوری، فکر میکنم بهتر باشه، یه همین درآمدی داره. بعد کسایی که تو ایرانن چطور میتونن پولاشون رو نقد بکنن؟ یه شرکتایی هست به اسم MCN که یه دونش ما با اندرو پی کار کردیم. حالا ولی درصد بالایی میگیرن، به نظر من خیلی ناجوانمردانه است درصد. ولی خب چاره ای نیست وقتی تو ایرانه. آره دیگه، حالا باید کسی که تو ایرانه، یا مثلا خاله، دایی، عمو، یا عزیزش توی چیز باشه، توی کشورهای آزاد باشه که بتونه یه دونه گوگل ادسنس درست بکنه، یا مجبورن با شرکت های MCN کار بکنن، که اونا هم فکر کنم 15-20 درصد درآمد تو میگیرن، بقیهشو به ریال میریزن به حسابت. اینم هست. اگر هم خارج از ایرانی که خودتون میتونید گوگل ادسنس باز کنید، یه حسابیه که هر وقت به مانیتایز برسید، هر وقت به مانیتایز رسیدید، گوگل ادسنس، گوگل اد، ادم همون چیز دیگه، تبلیغات، ایدی مخفف تبلیغات، گوگل ادسنس رو میتونید اوکی کنید و درآمدتون میاد به حسابتون دیگه، اگر خارج از کشوری. ولی من پیشنهادم اینه که شما برید توی کانتنت های بی کلام، یعنی بی کلام بیشترین بازدهی رو داره. بچه 5 ساله میفهمه، مثلا چه میدونم یه مجسمه ای با خمیر درست کنید،
خیلی خیلی گسترده، خیلی گسترده نسبت به کامیونیتی فارسی. من یه دونه دیدم مثلا یارو روی میز، روی یه دونه میز ساده دوربینو گذاشته، بالا میزو گرفته، شنای رنگی میریزه. آخ خیلی خوبه. مثلا رنگ آبی قرمز فلان اینا، بعد با اونا یه شکلی درست گل درست میکنه، نمیدونم چیزی درست میکنه، اونا مثلا جواب بهتر، خیلی درآمد بیشتری داره. چون جمعیت کره زمین 8 میلیارد، از این 8 میلیارد فکر کنم هیچی نباشه مثلا 5-6 میلیاردش توی یوتیوب کار بود، یعنی بیان تو یوتیوب کاربر یوتیوب باشم. 5-6 میلیارد جمعیت کجا؟ 4-5 میلیون جمعیت فارس زبان کجا؟ آره. بعد یه نکته دیگه این که مثلا خیلی نمیدونن که آقا کارشون میگیره نمیگیره، میدونی مثلا 5 تا ویدیو میذاره میبینه ویو نخورده، مثلا میگه ولش کن نمیشه دیگه. ولی شما اگه میخواین ببینین که میتونید یا نمیتونید، حداقل باید 100 تا ویدیو آپلود کنید بعدش نتیجه رو ببینید. یعنی خود یوتیوب اصلا گفته آقا شما اگر 100 تا ویدیو آپلود بکنید قطعا به درآمد میرسید. بعد یه چیز دیگه هم هست، یک موضوع دیگه هم هست، یارو میگه آقا من شاید میخوام بیام جلو دوربین ولی شاید خیلی جذاب نباشم، حرف زدنم حالا کاراکترم خیلی جذاب نباشه. یک تحقیقات روانشناسی هست که میگه شما واسه هر شخصیت و هر کاراکتری که داشته باشید واسه 0.5% از جامعه جذابید. یعنی بدترین شخصیت، نچسب ترین کاراکتر رو داشته باشید واسه 0.5% جامعه شما جذابیت دارید. اینم در نظر بگیرید. بعد یه چیزی آپلود کردن، یعنی تایم زمان آپلود کردن ویدیو بهتره که اگر کانتنت فارس دارید انتخاب میکنید. آره. اگه کلا هرچی بیشتر ویدیو در طول هفته بذارین بهتره، ولی اگه مثلا میخواین حداقل دیگه مثلا یه دونه در هفته رو باید بذارین که اولش که میخواین ایدئالش سه تا در هفته. آره. سه تا ویدیو در هفته خیلی ایداله، حتی از دیلی آپلود هم بهتره. بعد اینکه ولی سر تایم و روز مشخصی باشه، یعنی همینجوری شرتی پرتی مثلا امروز بذاری حالا مثلا بره، میدونی؟ یعنی مثلا هم تایم روزانه ساعتش مشخص باشه، تو همون ساعت مثلا همیشه آپلود کنی، هم تو اون روز بذارین، میگن جواب بهتری. آره. یعنی اگر قراره آپلود کنین هفته ای دوتا بذارید، روزش یک شنبه و مثلا پنج شنبه، هر جوری شده یک شنبه، هر یک شنبه و هر پنج شنبه بذارید، چون الگوریتم یوتیوب نظم رو دوست داره. کلا یوتیوب منظم بودن رو از شما خیلی میپسنده، میگه آقا شما هفته ای داری یک شنبه و سه شنبه، هر هفته داری یک شنبه سه شنبه میذاری، دمت گرم، منم ساجستش میکنم چون منظمی. ولی اگر شرتی پرتی هر روزی که دلت خواست بذاری، یوتیوب خیلی خوشش نمیاد، میگه آقا این خیلی ساجستش نکنی، خیلی بی‌نظمه، گشاده معلوم نیست تکلیفش با خودش، معلوم نیست موضوع چی کمکش کنی. بعد استاد سئو راجب سئو هم برام توضیح بده واسه ایشون. سئو چیه؟ سئو بچه ما خودم اصلا اول شروع کردیم مثلا نمیدونستیم خیلی چیزا یوتیوب، و بعد یکی از دوستام گفت خب شاید اینا نمیذارین، شما اینا رو نمیذارین چجوری دارید میبینید؟ اون خیلی مهمه. سئو یعنی چی؟ یعنی سئو چیزیه که کمک میکنه شما وقتی که طرف میاد توی یوتیوب یا تو گوگل مثلا میزنه، مثال حالا ما ریاکشن کار میکنیم، ریاکشن شما اول میایین بالاتر، اصلا مثلا میزنه ریاکشن مثلا تتلو، ویوی شما ویدیوی شما بالاتر از همه میاد. سئو به چجوری میره بالا؟ یکی که تایتل مناسبی باید انتخاب کنید نسبت به ویدیوتون، یه تایتلی باشه که تو سرچ بیاد بالا. دو این که میتونید توی دیسکریپشن هم اون چیزی که میخواین و کلمات مناسب و نسبت به اون ویدیو، مثلا راجب ولاگ سفره توی دیسکریپشن هم بزنید ولاگ سفر، ولاگ سفر به ترکیه، حالا مثلا هر جا که هست، بهترین ساحل های ترکیه. به غیر از اون میای پایین تر یه دونه چیز داره به اسم تگ، تو تگ ها هم باز باید کلماتی که به اون ویدیو مربوط میشه رو بزنید. یه دونه نرم افزار رایگان هم داره یوتیوب به اسم تیوب بادی، تیوب بادی هم میتونید نصب کنید، اونم بهتون کمک میکنه که چه تایتلی انتخاب کنید، چه تگی بزنید که ویوی بهتری بگیری، از اونم میتونید استفاده کنید. و اصلا شما باید خیلی هم تحقیق بکنید راجع به یوتیوب، یعنی همچنان که ما داریم کار میکنیم، من میشینم ویدیوهای انگلیسی زبان این برابر نگاه میکنم که الان چی جوابه، چی خوبه، چی نیست، چجوری تگ بزنیم، چی کار باید بکنیم، ویدیو این و اون رو نگاه میکنم. یعنی سعی کنید اطلاعاتتون رو ببرید بالا نسبت به یوتیوب کار کردن. آره. و اینکه اگر ویدیوی درست میکنید که حالا توی یعنی فارسی میخواین بشین جلو دور می صحبت کنین، اینا سعی کنید که خودتون باشید، یعنی مثلا چون میا و کوروش
مثلا ویوهای خوبی دارن سعی نکنین شبیه اونا باشین. اونا به خاطر اینکه خودشونن خیلی به دل میشینن، یعنی شما هم باید سعی کنید که همون چیزی که هستین رو نشون بدین. آره. چون مخاطب کرکتر... قشنگ میفهمه اون ادای شما رو و اینکه آره کاراکتر خودتون رو داشتین. مثلا مزدک مترزک ببخشید مترزک برعکس همه که مثلا میان میگن یا اون بچه اومدیم اینجا پر انرژی بشه گفتیم یه جنون سلام ولی خب کرکتر خودش جذاب هم هست من نگاه میکنم دوست دارم اینجوریه داستان باید کرکتر خودتون باشه چون هیچ کی مثل خودتون بودن راحت نیست تو میخوای بیای شبیه فلانی بشی خب اون فلانی باید بری کلی تمرین کنی تا مثل اون بتونی حرف بزنی ولی اگه شبیه خودت باشی اوکی بعد کتابم بخونید کتاب خوندن خیلی کمک میکنه به اینکه بهتر ارتباط بگیرید دیگه اولش البته فکر میکنم خیلی سخت باشه واسهتون ارتباط با دوربین و مخاطب حالا باز مثلا اوایل ویدیو ما رو نگاه کنید پدرام خیلی اوکی بود چون کلا هم اعتماد به نفس بالایی داره هم با دوربین اوکیه من خیلی مثلا اولش استرس داشتم این نورم اینم دوست داشتم نشون بدم دیگه این اصلا میذارم این بغل اینجوری بزنه بهم خب اولش یه خورده سخته چون نمیدونید با کی دارید صحبت چی بگم آخه مثلا انگار داری با خودت حرف میزنی یه جوریه ولی مثلا ویدیوی اولو که میذاری بعدش مثلا دو سه تا کامنت میاد واسات میفهمی که اه نه. آره بعد تایم مثلا انگار داری با دوست صمیمیت داری صحبت میکنی مثلا انگار یه چی داری واسش تعریف میکنی نشستین مثلا میخواین یه چیز ببینید بخندید آره یه همچین حالتی داره کم کم آسون میشه کلا هر کاری گام اولش سخته دیگه شما یه ماشینی که ثابته رو میخواییم هول بدید به حرکت درش بیارید اون زور اولیه سخته وقتی که میفته رو دور دیگه با یه دست هم اینجوری هول میدی سیگار هم میتونی بگیشی هولش بدی چون افتاده رو دور آره درآمدش چقدر هم میخوایی بگیم؟ هر هزار تا ویو 3-4 دلار 5 دلار حالا شما میانگین 4 دلار در نظر بگیه هر هزار تا ویو 4 دلار که بستگی خب به تایم ویدیو داره مثلا آره. یه ویدیو مثلا 5 تا تبلیغه اگر ویدیو طولانی باشه خب 1000 تا ویویی که نسبت به اون ویدیویی که مثلا نیم ساعته مثلا ممکنه 7 8 دلار بده ولی خب مینیمم 3-4 دلار بابت هر 1000 تا ویو آره. به درآمد میده بهترین تایم ویدیو مثلا چقدر باشه فکر میکنم 12 دقیقه بود آره 12 دقیقه تایم مناسبیه نه کم نه زیاده ولی خب 10 هم خوبه 9 هم خوبه یعنی بالای 8 دقیقه باید باشه که بتونید وسطش تبلیغ بذارید ولی خب اوایل که دارید شروع میکنید مهم کمیت نه کیفیت آره چون مانیتایز نیست ویدیوتون آره تا میتونید ویدیو تولید بکنید اولش باز اگه چیزی جا مونده بود توی کامنت ها میتونید بپرسید قشنگ و کار آسونی هم نیست بچه ها شما هر کی مربی رو میبینیم یه با خوش به حالتون کارتون خیلی آسونه تو خونه اید ولی خب ما تو خونه ایم مثلا روزی 2-3 ساعت من کامنت باید جواب بدم دایرکتر رو شکر کن بعد به یه ویدیو چه ویدیو ضبط بکنی ویدیو رو حالا ضبط بکنه یه ساعت طول میکشه تا نور رو اوکی کنی و فلان بعد ببرش انتقالش بده به کامپیوتر حالا بشین ادیت کن حالا آپلودش کن یعنی برعکس اون چیز برعکس کارهای دیگه که در روز همه 8 ساعت کار میکنه مثلا یه کارمند میره 8 ساعت کار میکنه من خودم شخصا دارم روزی 15 ساعت کار میکنم یعنی از صبح که پا میشیم کار میکنیم تا شب که میخواییم بخوابیم داریم کار میکنیم حتی تو خوابم باز من هی دارم به کار فکر میکنم یعنی کار آسونی هم نیست فکر نکنید اوه خیلی آسونه 7-8 ساعت باید حداقل کار کنید هر روز آها این نمونه دیگه آفرین نکته دیگه که گفتی بعضی از بچه ها میان آقا من الان 6 ماه دارم یوتیوب کار میکنم به نتیجه نرسیدم بعد از یه دوستی هست اینجا بعد گفتم خب روزی چند ساعت وقت میذاری واسه یوتیوب سر کار میرم از سر کار میام نیم ساعت نیم یه ساعت اینطورا میام بابا نمیشه ما میگیم بعد 6 ماه به نتیجه میرسی یعنی 6 ماه روزی 8 ساعت 10 ساعت وقت بذاری اینجوری بعد 6 ماه به نتیجه میرسی نه اینکه روزی مثلا نیم ساعت یه ساعت وقت بذارید یا مثلا چه میدونم در هفته 2 روزشو وقت بذارید واسه یوتیوب بنابراین شما باید هر روز 10 ساعت وقت بذارید واسه یوتیوب که بعد 6 ماه به نتیجه برسید وگرنه راه دیگه ای نداره اینجوری نیستش که بشه مثلا روزی یه ساعت 2 ساعت اوقات فراغتتون رو بهش بپردازید چون شغل دیگه مثلا شما میخواییم برید یه جا کار بکنید توی یه رستورانی توی یه کافه حالا یه جایی کار کنید روزی 2 ساعت که نمیرید کار کنید آخرش بهت پول بده که روزی 10 ساعت باید برید سر کار تا نتیجه بده یعنی یارو بهت پول بده یوتیوب هم همینه یا حالا درسته که هفته 3 تا میخواییم ویدیو آپلود کنید ولی هفته اون همون 3 تا ویدیوه که مثلا 3 تا 10 دقیقه است واسه هر کدومش باید
10 ساعت 15 ساعت وقت بذارید که ایدهشو بیاری، ضبطش بکنی، ادیتش بکنی، ثامنیلشو بزنی. اینجوریه. آها، یه روش دیگه هم هست که اصلا نیاز به دوربین نداره. خیلی خوب. اون روش روش خوبیه. روشش اینجوریه که اصلا شما اگر دوربین نخواید یه متنی آماده میکنید، متنایی که حالا مثلا بهترین ماشین‌های سریع‌ترین ماشین‌های جهان. آره. متنشو آماده میکنید با یک ریکوردر خوب، حالا یا با موبایل متن رو میخونید که آقا ماشین بهترین ماشینا، ماشین بنز فلان فلان فلان، همه رو توضیح میدی. بعد روی اون عکس میذاری، عکس مثلا اون ماشین رو میذاری، راجع به اون موضوعی که داری صحبت میکنی میری از تو اینترنت عکس انتخاب میکنی، اون عکس رو هی عکس مثلا یه خورده موشن باشه، یه خورده مثلا عکس تکونی بخوره، عقب جلوی بشه، اینجوری زارت تپ تپ نیاد، یه خورده عوض بشه و این داستانا. الان هم میتونید از هوش مصنوعی استفاده کنید، از هوش مصنوعی هم خوب میشه کار کشید. آره. که مثلا بهش بگی آقا من عکس فلان رو میخوام واسه هم درست کن. اینم خوبه، یعنی نه نیاز به دوربین هست، نه نور میخوای، نه بک‌گراند میخوای، فقط باید متن رو آماده کنی، بخونی، روش تصویر بذاری. اینم ایده خوبیه. اطلاعات عمومی هم هست، مردم دوست دارن اطلاعات عمومی. یه سایتی هست اسمش فری پیکه. آها، موزیکای بدون کپی رایت باید استفاده کنی که از یوتیوب لایبرری لایبرری میتونید دانلود کنید، اونجا خودش داره. البته یه سری موزیکاش هستش که شما باید اطلاعاتش رو توی کپشنتون بذارید. یعنی چی؟ یعنی که آقا میگه آقا اگر میخوای از این موزیک استفاده کنی، اسم آهنگساز و آهنگساز و تمام چیزاشو توی دیسکریپشن اگر بزنی این موزیک برات رایگانه، اگر نزنی باید پول بدی. که اکثرنش رایگانه. آره. یعنی مثلا موزیک مثلا چه میدونم تتلو اینا نذارید، گوبرنگ بخور اصلا، بعدن که مانیتایز شد این چیز میشه. سایت فری پیک هم هستش که روزی فکر میکنم دوتا میتونی ازش عکس دانلود کنی، عکسای خیلی خوب و با کیفیتی داره. آره. حالا اگه شما هم سایتی میشناسید توی کامنت بنویسید که بچه استفاده کنه. یه سری اصلا سایت هست که رایگان بهت تصاویر میده، مثلا میزنی خیاطی، راجب خیاطی یه سری ویدیو بهت میده. آره. این چیزا هم هست که به درد اون کسایی میخوره که نمیخوان بیان جلوی دوربین و میخوان راجب اطلاعات عمومی، مثلا راجب خیاطی، اولین خیاطی که چه میدونم گرونترین لباسو ساخت، یعنی چیزی مثلا راجبش متن تو اینترنت هم میتونید انگلیسی سرچ بکنید، اطلاعات انگلیسی داشته باشید. و یه نکته دیگه که خیلی موفقیت میاره توی یوتیوب، بلد بودن زبان انگلیسی. من هی بهتون میگم زبان انگلیسی یاد بگیرید. خیلی از این کسایی که الان تو یوتیوب فارس موفقن، نمونهش مدگل رو میدونم چون یه سری از ویدیوهایی که از مدگل دیدم نمونه های انگلیسیشو من دیدم، یعنی رفته از یوتیوب انگلیسی ترجمه کرده همونو، حالا تصویراشو عوض کرده، یه خورده ایرانیزش کرده، اومده توی کامیونیتی فارس داره میگه. ویدیو کومان هم اینجوریه. کومان هم آره اینجوریه که نسخه های انگلیسی، اول انگلیسی بوده، اونا رفتم همونو دیدن. میتونین سرچ کنید، یعنی خیلی بهتر میتونید. حتی خیلی از کارهایی که پوتک تولید میکنه من نمونه های انگلیسی شو دیدم، راجع مثلا بزرگترین خونه ها رو من یادم قبلا سرچ کرده بودم انگلیسی، یه دونه یوتیوبر بود همون خونه ها بود، یعنی دقیقا همون کانتنتی که از همون انگلیسی زبانه من دیده بودم همونو فارسیش کرده بود. یعنی این کارم میتونه شما بکنه. بعد کار بدی نیستش، کلا یوتیوب همینه دیگه. فکر نکنین اسکیه یا چه میدونم از این صحبت. نه ایده است، مثلا ترن یور تو لب. حالا مثلا اصلا دمشون هم گرم دارن. آره. اطلاعات عمومی ایرانو میبرن بالا، خوبه دیگه. چه بدی داره؟ یا مثلا ما الان ریاکشن میریم به مثلا تتلو، فقط مگه ما میریم؟ این همه آدم دارن میرن. آره. ایراد نداره. تموم شد فکر کنم. تمام من یه نکته آخرش بگم میخواد تو. نه. اکثر بچه‌هایی که فکر می‌کنم دارن این ویدیو رو می‌بینن، خب بیشتر تو فکر اینن که چجوری موفق شن، چجوری پولدار شن، چجوری مثلا به جایی برسن. یه کتابی هست به اسم You Born Rich. تو ثروتمند زاده شدی، به دنیا اومدی. این کتاب رو بهتون پیشنهاد می‌کنم اگه می‌خواید یه بیزنسی چیزی شروع کنید، بخونید. خیلی ذهنیت و راجع به ثروت برتری خفیف هم بخونید. عوض میکنه. برتری خفیف خیلی کمک میکنه. تو برتری خفیف میگه آقا شما لازم نیستش که
یک کار خیلی بزرگی رو انجام بدی، روزانه یک کار ریزی رو انجام بدی، در طول زمان به موفقیت میرسه. مثلا ورزش، لزومی نداره شما در روز 10 ساعت ورزش کنی، روز نیم ساعت ورزش کن، بعد 10 ماه ببین بدنت چه شکلیه. مثال زدم واسه همین. مهم اینه که یعنی ذهنم باید آماده باشه واسه یه سری چیزا. آره، برای موفقیت اول ذهنه. آره. موفق نیاز دارید. دقیقا. واسه همین کتابای موفقیت و این چیزا رو، چون اون آدمو همشون آدمای خفنین که این اکثرا کتابا رو نوشتن، داره مثلا تجربهشو در اختیار تو قرار میده. اینم از این، مرسی که با ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. کانال چراغ. آره. چی بگو بگو، کانال پدرم تو مهمه. ایچی آن سابش کنیم. امیدواریم که خوشید بیایید اینجا. شمع وجود دانش مهیای قطران سامجرف خواهی خواهی من شکر کنم. پدرم تو هم سابسکرایب کنید، بریم واسه یه بیسکا کردن مادری رو یازده کنیم. خدافز این ویدیو رو هم ببینید. شبها گلو بندک چه ناتمومه.